تبوتها به زیارت اربعین حسینی علی اصغر رضوی را از شهر بابل در شمال ایران با پای پیاده روانه کربلا کرد. رضوی برای شرکت در زیارت اربعین 1444 قمری پیشرو با پای پیاده از خانه خود در بابل خارج شده تا همچون قطره‌ای به دریای زائران میلیونی اربعین حسینی بپیوندد. او در مسیر سفر خود به سمت سرزمین عشق کربلا حالا به مرکز ایران شهر کاشان رسیده است. عبید شلغم مدیر کل اداره بررسی و کاوش سازمان میراث عراق از کشف شهر گمشده ملکه دستجرد در حومه شهر دیاله در خاک عراق خبر داد. وی افزود طبق تحقیقات صورت گرفته تاریخ این شهر به دوره حکومت ساسانیان برمیگردد. مدیریت نخلستان فدک وابسته به آستان مقدس حسینی از به ثمر نشستن 6000 نخل خرما قبل از سن متعارف به ثمر نشستن درخت نخل در این نخلستان خبر داد. محمد ابوالمعالی مدیر رسانه نخلستان فدک گفت حجم برداشت خرما از نخلستان فدک امسال 60 تن خواهد بود که نسبت به سال گذشته بیانگر 3 برابر افزایش است. روزنامه حریت ترکیه نوشت گردشگران ایرانی برای تعطیلات نیمه خرداد 1401 به شهر وان هجوم آوردند. یونس یوکسل رئیس هیئت مدیره انجمن هتلداران و جهانگردی شهر وان گفت تقریبا 100% هتل های این شهر به دلیل حضور ایرانیان پر شده است. در پی اهانت صورت گرفته توسط یکی از اعضای بهاراتیا جاناتا حزب حاکم هند در یک برنامه تلویزیونی به پیامبر صلی الله علیه و آله سفیران هند در تهران، دوحه و کویت از سوی وزارت خارجه ایران، قطر و کویت فراخوانده شدند و مراتب اعتراض خود را به سفیران هند ابلاغ کردند. گفته می شود شخص اهانت کننده هیچ سمت دولتی نداشته و فقط جایگاه حزبی داشته و حزب حاکم هند در بیانیه‌ای و بدون عذرخواهی وی را برکنار کرده است. چین با موشک لونگ مارچ 2F حامل فضاپیمای شنزو 14 سومین خدمه خود را به ایستگاه فضایی تیانگونگ فرستاد. سه خدمه این ماموریت ساعت 7:14 صبح روز 15 خرداد به سمت ماژول اصلی تیانگونگ رفتند که همچنان در حال ساخت است و حدود 6 ساعت پس از پرتاب حدود ساعت 13:14 به ایستگاه فضایی متصل شدند. کنیچی هوری ماجراجوی ژاپنی در سن 83 سالگی توانست به صورت انفرادی و بدون توقف عرض اقیانوس آرام را با یک قایق طی کند. وی که 60 سال قبل نیز از اقیانوس آرام عبور کرده بود اکنون رکورد مسنترین فرد جهان که توانسته این کار را انجام دهد به نام خود ثبت کرد، هرچند او معتقد است که هنوز در عنفوان جوانی به سر می برد. مریخ نورد استقامت برای اولین بار یک ابرگرد و غبار مریخی را ثبت کرد. داده های جمع‌آوری شده از آنالیزگر دینامیک محیطی مریخ مدا توسط مریخ نورد استقامت در اطراف دهانه جزرو به دانشمندان کمک کرد تا ابرگرد و غبار مریخی را برای اولین بار ثبت کنند. کلاب هاوس که اوایل دوران همه‌گیری کرونا مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفت اکنون با تغییر و تحولات گسترده‌ای مواجه است. گفته می شود این شرکت حالا تعدادی از کارمندان خود را اخراج کرده، اما مشخص نیست آیا این تصمیم نوعی تغییر استراتژیک یا با هدف رشد شرکت است یا دوران طلایی کلاب هاوس به پایان خود نزدیک می شود.
در میانه نگرانی ها از تلاش های مسکو برای بی‌ثبات کردن استونی که میزبان سربازان انگلیسی است، امروز دوشنبه 16 خرداد دولت استونی سقوط کرد.